من هنگامی که دو هفته پیش با آقای دکتر هودشتیان صحبت میکردم، آقای دکتر هودشتیان پیشنهاد کردن، گفتن در پایان اکتبر به این ماجرای مارتین لوتر و جنبش رفرماسیون و یا پروتستانیزم و تمام این ماجرا از کجا آغاز شد و چه تأثیری بر جهان گذاشت و چگونه پیشرفت داشته باشیم. من هم با خوشنودی پذیرفتم و امروز در خدمت آقای دکتر عطا هودشتیان و آقای حسن یوسفی اشکوری هستیم. آقای هودشتیان، اگر ممکن است شما به عنوان مقدمه از اون اهمیت روز تاریخی 31 اکتبر و اون اعتراضنامه‌ای که بر سردر کلیسا کوبیده شد برای ما بیشتر سخن بگید. بله، در واقع امروز روز مهمیه، یعنی در واقع 31 اکتبر چند روزی است، روز مهمی خواهد بود به واسطه اینکه تحول بزرگی در سراسر اروپای غربی ایجاد شد، از یک سو و از سوی دیگه انعکاس اون جوانب دیگر اون در سراسر گیتی پهناور در واقع گسترده شد. این هم اعتراضی بود به قدرتی همه جانبی که حدود 10 قرن اروپای غربی رو بر اروپای غربی مسلط بود. کسی نمیتونست که کاری بکنه بدون اجازه کلیسای کاتولیک و بدون اجازه پاپ. کسی نمیتونست حتی دعا بکنه و دعای اون حتما به اصطلاح مستجاب نمیشد مگر اینکه از کانال در واقع کلیسا بگذره، و کلیسا بود که همه چیز رو هم در قدرت سیاسی هم در ضوابط اجتماعی و روزمرگی و خانوادگی تعیین میکرد. و خب در واقع بحران‌های داخلی، نزاع بین شاهان اروپایی و قدرت مطلقه کلیسا بسیار زیاد بود، ولی شکفته نمی‌شد. کسی جرأت نمی‌کرد که ندای اعتراض رو بلند بکنه تا زمانی که از درون کلیسا کسی که در واقع آشنا به این زرق و برق کلیسای بزرگ کاتولیک روم نبود، صدای اعتراض رو برافروخت و به این لحاظ یک شکافی رو در درون کلیسا ایجاد کرد که این شکاف روزنه های یک نوع تجددخواهی یا مدرنیته در غرب بود که این حالا گام به گام توضیح شده خواهید. جناب دکتر هودشتیان، وقتی به متن این اعتراضنامه که در واقع نخستین جرقه رو به طور عمومی، یعنی چهره های مردم به اون نگاه میکنه و میبینه که یک اعتراضنامه ای هست و بر سردر کلیسا زده میشه، چه چیزی در درون این اعتراضنامه بود که این همه نقطه عطف قرار گرفت؟ بله، در واقع 7 سال بعد از اینکه لوتر جوان و کسی که به حساب نمی آمد، شناخته نبود، از سفرش به روم باز میگرده، او که از یک خانواده فقیری بود و اصولا جهان رو با دونبایگان میسنجید و میشمرد و با اونها زندگی میکرد و نزدیکتر به اونها بود، 7 سال بعد از اینکه از سفرش به روم باز میگرده بیشتر متوجه میشه که این روم بزرگ و اون سن پیر، اون کلیسای بسیار به اصطلاح مجلل، چگونه از مردم دوره. و صحبت و سخن اون بود که دایت که در واقع به عبارتی این رو به مردم بازگرد، و در اعلامیه 95 بندیش میگوید که سنپیر رو باید بفروشه و بده این مال اموال رو پاپ به مردم، چرا که مردم لایق این همه هستن و نه شخص پاپ. و هیچ دلیلی نداره ما برای دعا کردن از کانال یک واسطی بزرگی به نام کلیسا و یک شخص به نام پاپ بگذاریم، بلکه فرد در نهاد خودش مستقل هست، فرد میتواند دعا کند، خدا پیوست بخورد و خدا رو در خودش داشته باشه بدون اینکه به واسطه همچون کلیسا یا پاپ رجوع بکنه. خب به این ترتیب میشه پیش بینی کرد که پس از اون چه پیش آمد که حتما شما باز خواهید گفت، برای که این اعتراض ها نمیتونست بی پاسخ بمونه از سوی اون پاپ ها و مسائل قدرت کلیسای کاتولیک. اجازه بدین از آقای اشکوری پرسش کنم، اگر بخوایم آقای اشکوری به همزمانی این تاریخ، یعنی 1517 فکر بکنیم، در ایران در اون زمان قدرت و مسئله مذهب چگونه بوده؟ بله، در ایران حدود 500 سال پیش برمیگردد به دوران صفویه. در اینجا
دین اسلام با گرایش شیعی در ایران غلبه داشت. خب میدونیم ایران بعد از سقوط ساسانی ها به فتح اعراب در تسخیر اعراب مسلمان قرار گرفت و دین رسمی ایران به هر دلیلی با هر زمینه ای یه مقدار اکراه یا خود اجبار یا خود اختیار بعد از اینکه دو قرن تقریبا تثبیت شد دین رسمی ایران شد و منتها از همون قرون اولیه تا دوران صفویه گرایش شیعی در ایران به دلایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تا حدود زیادی گسترش پیدا کرد، قدرتمند شد، به ویژه از در زمان اموی ها که ایرانی ها تحقیر شده بودند به وسیله اعراب مسلمان و خلفای اموی، یک گرایش ضد اموی پیدا شد، بعد در ادامهش جنبشی پیدا شد که معروف به جنبش شعوبیه. در این جنبش شعوبیه و جنبش های ضد اموی، گرایش علویان و اوائل آل بسر هاشم و بعد هم آل عباس که بعد هم بنی عباس از نیمه دوم قرن دوم روی کار آمدن که بر همین بستر سوار شدن. این که ایرانی ها میبینیم در اوائل دوران ساسانی عباسی و بعد تا تقریبا اواخرش تا دوران ترکان سلجوقی، آل بویه، آل فرات در ایران قدرتمند هستند، به دلیل اون زمینای اجتماعی بود که گرایش شیعه در ایران برای اعراب مسلمان ایجاد کرده بود. به هر حال این زمینه وجود داشت، ولی به طور رسمی دین رسمی در ایران اسلام بود. تا دوران صفویه که صفویه به هر دلیلی با زمینهایی که از قبل وجود داشت یه خیزش عظیم ملی و ایرانی ایجاد کردند و بعد از هزار سال که ایران در جغرافیای جهان محو شده بود، یعنی در امپراتوری عربی اسلامی هضم شده بود و محو شده بود، برای اولین بار بالاخره از این خاکستر ققنوسوار سر برآورد و ایران یک واحد ملی شد که تنها واحد ملی بود که در برابر مثلا خلافت قرار گرفت و خلافت عثمانی ها که تقریبا همزمان با عثمانی هاست. در هر صورت جنبندی ارزنده این است که در ایران گرایش غلیظ اسلامی و شیعی وجود داشت و در اینجا هیچ نشانه هایی از اون تحولات اوائل یا حتی نیمه دوم به اصطلاح نهضت پروتستانی غرب و لوته پیدا نشد. البته این رو اشاره بکنم که در اون دوره اول و 350 سال اول دوران لوتر و کالوین و امثال اینها، خب گرایشی که ایجاد شد یا نهضت پروتستانی که ایجاد شد به رغم اون چی که ما الان تصور میکنیم خیلی نظریه به اصطلاح نهضت مترقی نبود و شاید یک نوع گرایشی در برابر اومانیسم ماقبل بود، در برابر رنسانس بود، یک نوع گرایش شاید ارتجایی بود. خود لوتر یک آدم بسیار به اصطلاح متعصب و بسیار عرض کنم که آدمی بود که جزمیت زیادی درش داشت و ضد عقل‌گرایی بود، ضد آزادی انسان بود. دو جمله از لوتر معروفه، یکیش گفته بود که عقل روسبی شیطان است و یکی هم معروفه که گفته بود که عقل الحاد است. خب یه چنین دیدگاهی داشت اوائل، یعنی در اون 350 سال اول. بعد اون داستان کالوین و در سوئیس و اون حکومت 25 سالش و در ژنو و اینها، برای همه اینا رو ما میدونیم. اما در ادامه همین تحولات و تغییراتی که در آغاز ارتجایی مینمود، حتی در قیاس با همون پاپ روم هم یه نهضت جزمی به اصطلاح جزم‌اندیشانه و متسلبی مینمود، ولی از دل اینها یه رفرم هایی به وجود آمد، یه آزادی هایی به وجود آمد، از جمله مسئله خودکشیشی. حالا من یه مورد محاسبه کرده بودم، 6 مورد رو استخراج کرده بودم که از دل چنین جنبش ارتجایی، یک جنبش کم و بیش در تعامل با تحولات اقتصادی سیاسی قرن 17 و 18 و 19 یه جنبش مترقی در آمد. از دل آدمی مثل تفکر آدمی مثل لوتر، آدمی مثل کانتر میاد. نمیدونم بسیار از فیلسوفان اروپای قرن 18 و 19 به اصطلاح اینها پروتستانن، اما هیچ نسبتی با اون آموزهای اولیه او ندارد. برای چه تفکری در اروپا وجود داشته در اینجا منشأ تغییرات تحولات شد. در ایران متاسفانه در دوران صفویه یک نوع تعامل فکری فرهنگی سیاسی با غرب به وجود آمد، ولی متاسفانه این اندیشه های اصیل، اندیشه های مهم و تعیین کننده در ایران اصلا شناخته نشد. نه تنها در دوران صفویه، بعدها در دوران قاجاریه که روابط بیشتر شد، باز ما ترجمه دقیق نداریم، آشنایی دقیق نداریم. از حدود 150 سال پیش کسانی در ایران پیدا شدند که پیشگام اونها شاید آخوندزاده باشه، فتحعلی آخوندزاده، که مسئله پروتستانتیسم اسلامی رو مطرح کردن، ضرورت پروتستانی در اسلام مطرح کردن، ولی متاسفانه از همون زمان تا الان
حتی تا همین الان که داریم صحبت میکنیم شناخت دست اولی از نهضت پروتستانی وجود نداشته و الان هم کمه، البته نسبت به گذشته بیشتر خوشبختانه، ولی در هر حال اون شناخت دقیق وجود نداره و به همین دلیلی که شاید اساساً مدافعان پروتستانتیسم اسلامی شاید در یک جاهایی دچار بدفهمی شده باشن، معادل گذاری های نادرستی کرده باشن و در نهایت شاید درست از این نهضت بهره برداری نشود، نقطه ضعف ها و قدرت ها رو دقیق نشناختیم. اگر لازم باشه الان انشالله بله اگه اجازه بدین در همین زمینایی که شما اشاره کردین بیشتر پرسش خواهد بود. من قصدم از اینکه زمان بندی رو در ایران و در غرب خواستم در کنار هم بذارم، برای اینکه صفویه در اوجش شاهد این بودیم که چگونه فرار مغزها در ایران به دلیل آمدن جبل آبلی ها به ایران از یک سو، از اون سو ما مغزها و دانشمندان رو از ایران راهی کشورهای دیگر شدن، اینا خودش در تأثیرگذار هست در زندگی مردم. اجازه بدیم بریم به سوی آقای دکتر عطا هودشتیان و چون در مقدمه بودیم در اون بخش، از آقای دکتر هودشتیان درخواست کنم همینجا ممکنه برای اونهایی که نمیدانند، اونهایی که میدانند که خب مشکلی نداره، اونهایی که نمیدانند در اینجا یک پرسش پیش بیاد. ما چگونه است که از جنبش رفرماسیون صحبت میکنیم، در ایران به اون رو به عنوان رفرماسیون میشناسیم، برخی این رو بهش میگن پروتستانیسم، اصلا این پیوند رو و این که آیا چقدر مسئله واژگانی است و چقدر مسئله بیشتر فلسفی است برای ما باز بکنن از سیر تاریخیش. بله خواهش میکنم. در واقع رفورم از درون بود و پروتستان بیشتر شناخته شد به عنوان اون شاهان یا پرنس هایی که در مخالفت با حکم پاپ اعظم در کلیسای سن پیر همونطور که اشاره میکردم مخالفت کردن، از اون کنگره آمدن بیرون و نخواستن که لوتر رو در واقع باش مخالفت بکنن و حتی فردریش سوم نخواست که لوتر رو پس بده به اصطلاح کلیسای مسیح روم که اون رو بسوزونن، چون که پیش از لوتر کسانی بودن که همچین شهامتهایی داشتن، اقداماتی کرده بودن، اعتراض به قدرت حلولایی و مطلق کلیسای کاتولیک کرده بودن، اما اون رو در واقع کلیسا اینها رو سوزونده بودن و از بین برده بودن و غیره و غیره. ولی لوتر این شانس رو داشت که در آلمان بود و آلمان اصولا زمانی که 95 بند اعلامیه لوتر رو اون فرمان روای منطقه‌ای آلمان خوند، گفت خب همین همکاری که ما میزنیم، یعنی همین چیزی که اعتراضاتی که ما نسبت به کلیسا و قدرت مطلقش داریم، چون کلیسا پاپی چه ما میشه و ما نمیذاره ما فرمان روایی بکنیم. حالا ما اینجا را داریم میریم به سمت نزاع و درگیری که بین مذهب و دین و کلیسا و پاپ هست از یک سو، و فرمان روایی به عنوان یک عنصر سیاسی بسیار زیرک قدرتمند جدید به عنوان یک محوری از محورهایش تشکیل دهنده مدرنیته غربی یا تمدن غربی وارد این فضا میشین. در واقع این نزاع برابری اینطور شد که آلمانی ها یا برخی از اونها، برخی از پرنس هاش، برخی از فرمانده هاش و بالاخره شاهی که قدر قدرتی داشت در امپراتوری رومن، روم و جرمنیک، مخالفت کرد. مخالفتی که پیش از این زیر وجود داشت ولی در این دفعه روش کردن و گفتن که ما اصلا نمیخوایم اولا لوتر رو تحویل نمیدیم، دوم که ما هم قبول نمیکنیم به اصطلاح عرضه به اصطلاح فرمان مطلق کلیسا رو، و اینا شدن پروتستان، پروتست کردن، پروتست به معنی مخالفت، به معنی دست رد زدن، به معنی پیروی نکردن. به این لحاظ در واقع ما شاهد یک سری تحولات دیگه شدیم. همونطور که آقای اشکالی فرمودن لوتر آدم خیلی مترقی نبود، در واقع یک آدم قرون وسطایی بود که عناصر تفکر جهگرا در درونش اون خیلی زیاد بود. در آخر عمر که اصلا ضد یهود شد، اصلا این دیگه پرونده خودش رو بدجوری خراب کرد. بله ضد مسلمان ها بود، البته با یهودی ها ابتدا خوب بود، با یهودی ها کار میکرد، یهودی ها رو فکر میکرد که با از طریق مماشات، صحبت، مرداری و گفتگو با یهودی ها اینجا میتونه برگردونه، اما چون دید که یهودی ها مقاومت میکنن مثل مسلمان ها به اینها نظام گفت و بد گفت و میدونین که نازیسم، در واقع حزب نازیسم بعداً خیلی لوتر رو بهش علاقمند بود و آثارش رو مجدداً چاپ. حالا بگذاریم از این بحث، چون آثار ضد یهود در واقع لوتر توسط کلیسای پروتستان دیگه تجدید چاپ نشد تا زمان نازی. حالا از این نکته بگذاریم، اثرات رفرمی که در درون کلیسا، کلیسای کاتولیک ایجاد شد که اون در اصطلاح رفرم ایجادگر یک کلیسای دومی شد به نام کلیسای پروتستان، این مهمه که از نقطه نظر فکری،
از نظر اجتماعی و از نظر سیاسی. مقدمتا بگم که زمانی که ما نگاه میکنیم به تمدن مدرن غرب که در اروپای غربی و از آمریکای مرکزی درست ایجاد شد، نگاه میکنیم فرض کنیم که مثلا هگل رو به عنوان یکی از کسانی که این رو تشریح کرده در فلسفه تاریخش، عنوان میکنه که ما چهار بند داریم برای تدوین مدرنیته، تدوین اصل جدید. یکی در واقع علم و فلسفه و هنره که دکارت هست و عالمان اون دوره هستن و کسانی هستن که نظریه علمی جدید تجربه گردانه رو عنوان کردن. دوم امر اقتصاد هست که سرمایه‌داری، جامعه صنعتی، شهروندی و شهرسازی در واقع ایجاد شد. اقتصاد در واقع بند دوم. بند سوم سیاسته که از طریق سیاست مستقل به بنا به نظر ماکیاولی دولت میتونه مستقلا عمل بکنه و قدرت سیاسی به توسط خودش تحریک میشه، نه به توسط اربابان. و سوم و چهارم این بند بنا بر صحبتی که هگل میکنه، رفرم در کلیسای کاتولیکه و ایجاد در واقع یک کلیسای جدید در واقع پروتستان هست که این رفرم الزاما میباید از شمال شروع میشد. گویا بخاطر اینکه شمالی ها با جنوبی ها خیلی خوب نبودن. اصولا در اروپا این سه بخش بوده. من یادم هست که در یکی از صحبتمون کار این تشریح کردیم اروپا رو که یک اروپای شمالی داریم، یک اروپای غربی داریم که انگلستان رو خیلی من از آقای امیر خواهم خواست نقشه اروپای اون دوره رو نشون بدن، شما راحت‌تر اشاره می‌کنین بینندگان ما بیشتر متوجه بشن. البته اروپای اون زمان حدود قرن 16 و 17 ما داریم با اروپای امروز بسیار بسیار تفاوت داره. بله این اروپای 1500 تا 1600 خورده ای هستش. بله این اروپا اروپایی است که هنوز فرض کنید نگاه کنید به فرانسه هنوز شکل نگرفته. استراسبورگ فرض کنید هنوز متعلق به امپیر رومان جرمن هست و انگلستان هنوز در نزاع با فرانسه هست و گاه به گاه اینها با هم همدست میشن برای اینکه علیه هلند مبارزه کنه، حتی سوئد. و می‌دونیم که از درون اینها هنوز ما به جغرافیای مستقل با مرزهای معین نرسیدیم. این خیلی نکته مهمی. ببین درست در دوران جنبش نوزایی یا رفرم یا پروتستان هستش که ما می‌رسیم به مرحله مرزگذاری سیاسی مستقل و روشن. با تو قبل از این امپراتوری‌هایی داشتیم گلگوشار که مرزهاش با جنگ معین می‌شد. اما امروز یعنی بعد از این جنبش، بعد از جنگ‌های 30 ساله که ماحصل رفرم در واقع پروتستان بود، مواجه میشیم با اینکه اینا نشستن پر دور یه میز، بالاخره قانع شدن که آقا بین اسپانیا و فرانسه که سالیان و به طور ممتد جنگ بوده است، این خط رو بکشیم بگیم این مرزمون. آیا که اگه اجازه بدیم به جنگ‌های 30 ساله خواهیم رسید. اجازه بدیم یه فرصتی از آقای اشکوری این پرسش رو داشته باشم که اشاره فرموده در اون زمان صفویه، خب در کنار صفویه ما در اون سو امپراتوری عثمانی رو داریم. امپراتوری عثمانی بیش از ایران و صفویه به اروپا نزدیکتر بود، چه از نظر جغرافیایی چه از نظر جنگ ها ولی او آیا امپراتوری عثمانی از این رفرماسیون تأثیر پذیرفت یا نه؟ اون هم در پی مسائل دیگر خودش. والا من متخصص عصر عثمانی نیستم، اطلاعات خیلی ریز و دقیقی ندارم، ولی تا اونجایی که حافظم یاری میکنه و تا اونجا که اطلاع دارم، نه متاسفانه کل جهان اسلام از تحولات غرب تقریبا بیخبر موند و اگر خبر هم بود خبرهای خیلی کلی و خیلی به اصطلاح جزئی و سطحی و امثال اینا بود، چه در خاورمیانه عربی که حالا اون موقع در اختیار عثمانی بود چون دیگه بعد از پیدایش صفویه همونجوری گفتم تنها واحد سیاسی که خارج از قلمرو امپراتوری بود در گذشته امپراتوری های دیگه و بعد امپراتور عثمانی واقعا ایران بود دیگه. خب با هموارم با اونا در به اصطلاح جدل بود. در اونجا با وجود اینکه پای عثمانی ها پای در اروپا داشتن، اصلا اون فتوحات اوائل اصلا سلطان سلیمان و امثال این حرف ها که بخش های قابل توجه اروپا رو گرفتن، پشت دروازه های وین رفتن، بخش های جنوب روس فرانسه رو گرفتن، خب همه اینا رو گرفتن، ولی در عین حال همه اینا به زور شمشیر بود و به زور عرض کنم که سلاح بود اینجا رو گرفتن و سرانجام هم مستهلك شدن در اینجا و عقب رانده شدن و اونایی هم که بودن بعد هم دیگه اون هویت خودشون از دست دادن. بعد یواشاش هم که خب همین امپراتوری عثمانی نام شد مرد به اصطلاح بیمار اروپا یا مرد بیمار اروپا و سرانجام کاری از او ساخته نبود، فقط دیگه یه خورده میراثدار اون قدرت گذشته بود که این 350 سال اخیر هم به انحطاط فسادهای سیاسی و اخلاقی اینا رفتن
و در هر حال تا اونجا که من اطلاع دارم در قلمرو عثمانی این اصلاحات، حالا اصلاحات شاید تنظیمات ما داریم مال سلطان عبدالحمید و جلوتر و یه نوع تنظیمات مدرن بوده، یه نوع نمیدونم قانون آوردن شبه قانون، بعضی از مقررات رو از اروپایی ها گرفتن، همونجور که اصل قاجار هم گرفتن، از دوران عباس میرزا و بعد هم گرفتن. ولی اون چی که مهمه اینه که تحولات پروتستانی در غرب به دلیل که بعد از 350 سال فیلسوفانی پیدا شدن، متفکرانی پیدا شدن و به عبارت دیگر اون پروتستانتیسم مذهبی بنیادگرایی فاندامنتالیستی اولیه بعد از 150 سال 200 سال تو قرن 18 و 19 هم تبدیل شد به یک به اصطلاح فلسفه، به یک تفکر و یک نوع فرهنگ خیلی قوی، و این فرهنگ راه آزادی ها، تفرد، نمیدونم دموکراسی، حقوق بشر، برابری خواهی، عدالت اینا رو باز کرد. ولی ما در جهان اسلام چه در عثمانی و چه در ایران از عصر صفوی به بعد اون جاهایی هم که می‌خواستیم که از غرب چیزی بیاموزیم، چیزای شکلیش میآموختیم. یعنی دستاوردهای مدرنیته که فکر می‌کردیم برای ما خوب مثبت، یعنی توسعه اقتصادی برای ما بیاد، مثلا هم چه عثمانی‌ها چه ایرانی‌ها، به خصوص ایرانی‌های از عثمانی اساسا صفویه، اینها اساساً مسئله سلاح رو مورد احتیاجشون بود. ایرانی‌ها در جنگ چهاردوران و بعد از اون دیدن که عثمانی‌ها توپ دارن، اینا توپ ندارن و نابود میشن و بعدم با غربی‌ها رابطه برقرار کردن از زمان شاه عباس که بیان توپ‌سازی یاد بگیرن. به هر حال مسئله قدرت توپ بود و قدرت سلاح بود، یه مقدارم قدرت اقتصادی. اون چیزی که در جهان غرب اتفاق افتاد از عصر صفوی به بعد، حالا چه در حیطه پروتستانتیسم مسیحی، رفرماسیون مسیحی، چه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعیش که اون اساسش مدرنیته و مؤلفه‌های اساسی مدرنیته، یعنی نگاهی تازه به عالم و آدم و به انسان، آزادی، خرد، نمیدونم عقل‌گرایی، توسعه اقتصادی، فناوری، این چیزهایی که محصول این دوران مدرن در غرب بود متاسفانه در جهان اسلام جدی گرفته نشد، شناخته نشد. به همین دلیل است که ما از عصر صفوی به بعد و بحث صحبت از تا پروتستانتیسم اسلامی هم کردیم، ولی نتونستیم که از این بنیادهای اساسی تحول فرهنگی در غرب اصلا بفهمیم و بعد از اون استفاده کنیم. به همین دلیلی که امروز در به اصطلاح اوایل قرن 21 500 سال بعد از رفرماسیون مسیحی، علارغمی که همه این صحبت‌ها مطرح شده، ایدئال‌ها مطرح شده، آرمان‌ها گفته شده، هنوز ما اندر خم یک کوچه ایم. سپاسگزار آقای اشکوری عزیز. خب جناب هودشتیان، بازگردیم به جنگ هایی که پدید آمد و نکته ای که آقای اشکوری بهش اشاره کردن واقعا یه دکمه نوار رو اگر بزنیم تاریخی برگرده 500 سال از 31 اکتبر 1517 گذشته و امروز در 2017 داریم در 500 سال پس از اون روز زندگی میکنیم. دستاوردی که غرب در این مسئله داشته با اندازه هایی که ما فقط از دستاورد های صنعتی یه اندازه کوچیک برداشتیم، از نظر نگاه فرهنگی فلسفی بهره‌مند نشدیم. حالا به اینا شما میدونم که قایم پرداخت، چون جنگ 30 ساله رو باقی گذاشتیم، اجازه بدین که پیوند کلام رو داشته باشیم. حالا قبل از اینم خوبه که به این نگاه ها که اشاره میکنیم بازگردیم، یعنی که از اونجا شروع کنیم که این نگاه متفاوت چگونه بود. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. اما اینم بگیم که گذشته ها متفاوته، گذشته ما با گذشته غرب بسیار بسیار پیچیده فرق میکنه. غرب عبارت میشد از این دوره از کشورهای کوچک و اندک و امپراتوری‌های بزرگ شکننده که دائما مرزهاش متحول میشد و جابجا میشد، و این خیلی مهمه. ایران یک کشور بسیار بزرگ پهناور بود. صفویان توانستن از 1500 که جوان 14 ساله شاه اسماعیل آمد و در آذربایجان جلوس کرد، همه کشور رو به یک بار متمرکز کنه و کسی نمیتونست جنب بخوره. در غرب اصولا، حالا به اینجا میرسم، در جنگ 30 ساله نزاع شاهانی بوده که از کلیسا دل خوشی نداشتن، ولی مجبور بودن به خاطر اینکه نمایندگان خدا بودن این کلیسا و پاپ ها، پاپایی که می آمدن و می رفتن، در قبل اینا مجبور از این دفاع تبعیت کنن و اصولا حکم مطلق، کلام مطلق رو کلیسا مقام می کرد. همین که یک بهانه‌ای به دست شمال اروپا آمد، اونهایی که کمتر پیروی می کردن، دل خوشی کمتر داشتن از کلیسای روم، تونستن که شورش بکنن. شورش در واقع بین کسانی بود که مخالف در واقع هر گونه تحول و مخالف اعتراض به پاپ بود،
و کسانی که موافق این بودن و میگفتن ما دیگه نمیخوایم مالیات بدیم. شما میدونید که در زمانی که کلیسای سن پیر میخواست درست بشه، کلیسا که بسیار بسیار ثروتمند بود پول بیشتری رو میخواست و برای اینکه پول بیشتری جمع کنه یک سری کاغذهای کوچولو رو در نوار قلب در با نوار به مردم میفروخت که اینها میگفتن تکه های بهشته. بله دیگه، تکه های بهشت. حالا تو ایران امروز هم من دیدم که یک کس این کارو میکرد، مثل اینکه حالا امیدوارم که خیلی همجاگی نشه، ولی در ایران هم مثل اینکه کسانی همچین، یعنی زمین های بهشت رو میفروشن دیگه، در از در اون دوره زمین بهشت رو میفروختن، حالا هم در ایران به اون شکل هستش. بله. و اینکه کلیسا میگفت که اگر شما بخشش میخواهید باید کلیسا تبعیت کنید. لوتر آمد گفت من اگه بخشش بخوام نباید به کلیسا تمکین کنم، بلکه خودم میباید که با قدرت الهی ارتباط گیرم، ارتباط بی‌واسطه. درست نکته اینجاست، آنچه که لوتر آورد این بود که بین من و خدای من واسطه نیست. یک نکته خیلی دومی که هر مسیحی این حق رو داره که تعابیر خودش رو از کتاب مقدس داشته باشه. این نیست که شما تعبیرت رو به من تحمیل کنی و من امکان اعتراض نداشته باشم. و سومی که تنها معیار خود کتاب مقدسه، نه پاپ نه کلیساست. ببینید اینجا درسته که این آدم روستازادی فقیر مسلک خشن غیر و غیره چیزی رو از جهان مدرن نمی‌دونست، اما تحولی ایجاد کرد که آنهایی که این تحول مدرن رو درک کردن از دل این نوعی مدرنیته رو تونستن در بیارن. نکته مرکزی در واقع همینه. حالا اعتراضات گسترده شد از شمال جنوب، در نیمه فرانسه هم، حتی با اینکه فرانسه کاتولیک موند، اسپانیا کاتولیک موند، پرتغال کاتولیک موند، ایتالیا کاتولیک بود، دم مرز عثمانیان همه این کشورها در واقع در ستیز بودن بین گروه‌های کاتولیک و بین گروه‌های در واقع پروتستان. این جنگ‌ها در واقع 30 سال ادامه بود. خیلی مهم از این لحاظ که جنگ ها در موقعیت صورت گرفت که در واقع به نام دین عمل می شد، ولی زیرمایش یک و دوم نتیجه سیاسی بود. یعنی اساسا ارتباط به این نداشت که ما دین پروتستان رو می خواهد. پروتستان ها بودن، اما برای شاهانی می جنگیدن که این شاهان می خواستن مستقل بشن. این مشکل رو ما در ایران نداشتیم. اینجا نباید قاطی بشه. ما این مشکل رو، این کنتکس تاریخی که الان داریم تشکیلش میکنیم با کنتکس تاریخی ایران متفاوته. مقولاتی از این کنتکس میخوره، مثل فردگرایی، مثل احترام به قانون. حالا همینجا احترام به قانون فرض کنیم یکی از ماحصله های این جنگ بود. فرانسوی یه اصطلاحی دارن میگویند که جنگ تصریح کننده در واقع قانونه. یعنی ما اگه جنگ که حالا صورت میگیره بعد میشینیم میفهمیم چه اشتباهی اشتباه کردیم، چقدر آدم کشته شد تو این جنگ. و این تصریح کننده اینطور بود که در واقع رسیدن اروپایی ها بعد از 30 سال جنگ هایی که بعد و قبلش هم ادامه داشت به یک در واقع قراردادی که این قرارداد در واقع بین دول داخل امضا شد و احترام بهش داده شد که وستفالی در واقع اسمش داده اسمش هست. وستفالی در واقع یک قراردادی است که دولت‌ها قبول میکنن که مرزها کجاست. یک. دومی که دولت‌ها قبول میکنن به همراه کلیسا که اموال کلیسا و دارایی‌های کلیسا نه دیگه متعلق به کلیسا باشه، بلکه از کلیسا بگیرن بدن به پابلیک. حالا پابلیک چیه؟ در علوم سیاسی و روابط بین الملل پابلیک همون دولته. چون دولتی است که این که نقشه الان داریم نشون میدیم، کسی که نشون داریم نشونش میدیم همون عکس قبلی، پاپی هستش که فرمان سوختن، اگه بتونیم برگردیم، فرمان سوختن در واقع لوتر رو داد و همین پاپ کلیسای سن پیر رو، همین پاپ کلیسای سن پیر رو در واقع میخواست درست بکنه که درست هم کرد و غیره و غیره. نکته مرکزی بود که این یکی این هستش که ما انوار رو بگیریم بدیم به مردم و مردم وقت چگونه این رو بتونیم هدایتش بکنیم، دولت باید این هدایت بکنه. برای همه ما میگیم پابلیک افر، یعنی امور مردمی که این امور مردمی به توسط دولت مردمی که دموکراتیک هست باید هدایت بشه. یک. دوم اینه که دیگه نذاریم که کلیسا در هر موردی، در امور اجتماعی، در امور عمومی و در امور سیاسی و در امور اقتصادی دخالت کنه. محدود کردن حوزه دخالت کلیساست. این دو مورد همون چیزیست که در قبل اون در این دوره به عنوان سکولاریزاسیون
سکولاریزیشن مرد. بله همینجا آقای دکتر نگه دارین، همینجا نگه دارین، چون من میخوام پرسش داشته باشم، من خواستم این بخش رو حتما در پایان بهش برسیم برای اینکه با مسائل جهان امروز باشه، و خوب شد که شما به این نکته رسیدید. اجازه بدین از آقای اشکوری یک پرسش داشته باشیم در این میان موند. آقای اشکوری، در شما در آغاز سخن اشاره فرمودین که یک بار در ایران به سوی پروتستانیسم اسلامی رفتیم ولی ناکام ماند. اگر ممکنه در این زمینه باز کنید چگونه شد، چه کسانی اون رو پیش بردن و چرا پیش نرفت؟ ببینید، همجور که اشاره کردم از حدود تا حدود 150 سال پیش، تاریخه که دقیق نمیتونم سرش رو تعیین کنم، ولی از زمان فتحعلی آخوندزاده که اونجا که من اطلاع دارم برای اولین بار ایشون ضرورت یک نهضت پروتستانی رو در اسلام مطرح کرد. خب البته حالا من به گذشته تاریخ اسلام نمیخوام برگردم، یعنی رفرم ها یا تغییرات، تحولات، نوآوری ها، نو اندیشی ها رو ما از همون زمان صدر اسلام داشتیم که حالا الان وارد اون نمیخوام بشم، بس طولانی میشه. ولی در این دوره این بحث مطرح شد. بعدم کسانی، روشنفکران و نویسندگان و یا تولید کنندگان اندیشه ای در دوران پیش از مشروطه میبینیم که به همین حرفا رو مراغعی و طالبوف و دیگران مطرح میکنند. بعد از مشروطه قوی تر میشه، بعد از شهریور 20 باز توسعه پیدا میکنه، کسانی مثل شریعتی بیش از همه روی مسئله پروتستانتیسم اسلامی صحبت میکنه، اصلا چون پروژه خودشون یک نوع در انداختن پروتستانتیسم اسلامی مطرح میکنه. و این ضرورت پروتستانی هم از اینجا پیدا شده بود که از آخوندزاده بگیریم، حالا آخوندزاده دوره اول البته که تا حدودی گرایش اسلامی داشت یا لااقل مفید میدونست، اواخر که دیگه دیدگاهاش هم یه خورده رادیکالتر شد نسبت به اسلام، شاید هم مایوس شد، ولی در هر حال اینا اساس قضیهشون این بود که میگفتن همون گونه که اینا به نظر من اطلاعات خیلی دقیقی از تحولات لوترینا نداشتن و اون چیزی که تو ذهنشون مثبت آمده بود پیامدهای مثبت مدرنیته از قرن 18 هم به بعد بود، اینا رو پسندیده بودن، فکر میکردن که دیگه مثلا نهضت پروتستانی یعنی عقل‌گرایی، یعنی اومانیسم، یعنی انسان باوری، یعنی فردگرایی، یعنی قانونگرایی. این تلقی که از قرن 18 هم پیدا شده بود، کانت پیدا میشه، دیگران پیدا، هگل پیدا میشه، دیگران پیدا میشن، فکر کردن که این یعنی همون چیزایی بوده که لوتر میگفت، در حالی که لوتر اینا رو نمیگفت، بسیاری از حرفا هم ضد اینا بود. منتها یک خلل فرجی به قول قدیمی ها پیدا شد، یه زوایایی در تفکر لوتر وجود داشت که اینها سرانجام راه داد به این تغییرات و تحولات مدرن. یکیش هم این خودکشیشی بود، مثلا از همون زمان تا واتیکان دوم در کلیسا مطرح بود که در خارج از کلیسا راهی برای نجات نیست. لوتر آمد گفت که اتفاقا به درست برعکس، راه نجات در خارج از کلیساست، نه در کلیسا، نه در کلیسا. و این تا اون زمان پاپ ژان پل دوم هم این مسئله مطرح بود. حالا الان چقدر این قدرت داره من نمیدونم. یا مثلا فرض بفرمایید که مسئله خودکشیشی، مسئله این که بین خدا و خلق واسطه وجود نداره، این که هر کسی خودش میتونه کتاب مقدس رو بخونه، مرجع تنها کتاب مقدسه، به همین دلیل اینا میگفتن بنیادگرا. و خب اینا خودشون ضد عقل بودن، ولی از دل این یک نوع عقل‌گرایی پیدا شد. اون چه که کسانی مثل آخوندزاده و طالبوف و بعدها شریعتی و نمیدونم اقبال لاهوری در پاکستان و خیلی از اصطلاح پروتستان تسم اسلامی به صورت مثبت یاد کردن و بعدم گفتن که ما میخوام که یه همچی کاری بکنیم، اینا این به اصطلاح پروتستان تسم متأخر، رفرماسیون متأخر اروپایی رو مورد نظر داشتن، برای اینکه اینا محصولاش دیده بودن به نظر مثبت بود و فکر کردن که ما در اسلام میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب کارهای ما انجام شد، متفکرانی آمدن، صاحب نظرانی آمدن، تحولات فکری شروع کردن، چیزی که الان امروز به نام نواندیشان دینی، روشنفکران دینی، مسلحان و مسلمان، این تاریخ 150 ساله داره. این هم در مجموع نمیتونم بگم ناکام بوده بالاخره، ولی هنوز یک باریکه ای هست، هنوز یک تحول قدرتمندی در جهان اسلام در ایران ایجاد نکردن. از این جهت میشود گفت در حد مطلوب حداقل کامیاب نبودن. درست. اما که چرا کامیاب نبودن، این به دلایل اجتماعی و فرهنگی متعددی برمیگرده، همونجوری که آقای هودشتیان اشاره کردن، اسلام با مسیحیت متفاوت، روحانیت اسلام و شیعه با اونجا متفاوت، زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی پیش از اسلام و ما بعد از اسلام ما با اینجا متفاوته. ولی به نظر من علت، یکی از علت مهم همون چیزی بوده که در صحبت گذشته بهش اشاره کردم، یعنی یک اینکه ما اساساً مبانی تفکر و تحول فرهنگی غرب رو درست نشناختیم، حتی در حیطه پروتستانتیسم اسلامی، پروتستان مسیحی و بعدم اسلامی نشناختیم، و بعدش هم بیشتر هم به همون
تقلیدهای سوری و شکلی و نمیدونم که تقلیدهای وارداتی و صنعت بیاریم، راه آهن بیاریم، توپ بیاریم، سلاح از غربی های مثلا یاد بگیریم و توپ ریزی یاد بگیریم و کارخونه بیاریم، حد اکثر مثل دارالفنون امیرکبیر و امثال این حرفا. ولی از اون زمان تا همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، واقعا بخصوص در حیطه تفکر مذهبی، حالا من تفکر غیر مذهبی ها، روشنفکران غیر مذهبی باز خب یه داستان دیگری دارن، متاسفانه باید بگم در چارچوب تفکر اسلامی و مذهبی ما این با این بنیادهای تفکر غربی آشنا نشدیم و به میزانی هم که آشنا شدیم گاهی معادل گذاری های غلطی برای تحولات غربی ایجاد کردیم، برای آزادی، برای دموکراسی، مردم سالاری، قانون، نمیدون شورا، مثلا مجلس رو تو دوران مشروطه گفتیم و شابر رو هم فلعم آویختیم بر مجلس و پارلمان، در حالی که شورایی که مجلس شورای ملی که در غرب مطرح شده بود در مشروطه مطرح شد، این اون چیزی نبود که مثلا و شابر رو هم فلعم و امرون شورا بین اون که زمان پیامبر اسلام در قرن هفتم میلادی پیدا شد. به هر حال سخن رو دراز نکشم و وقت آقای هودشتیان رو نگیرم برای اینکه از صحبت‌های مفید ایشون محروم میشه. خواهش می‌کنم. خب در وقت باقی مانده من تمام بحث امروز رو می‌خواستیم بیاریم به اینجا که گرچه مسئله جنبش رفرماسیون و یا لوتر مبنای داستان سکولاریسم و این مسائل نیست، ولی خود همون گونه که آقای دکتر هودشتیان اشاره داشتن می‌کردن، پایه‌ای شد برای این جهش و رفتن کوتاه کردن دست کلیسا از قدرت حکومتی، خود به خود این فرصت رو فراهم کرد. در خدمت شما هستیم آقای دکتر هودشتیان که این رو حال با فراغ بال شما به عنوان آخر برنامه، ما 7 دقیقه تا پایان برنامه داریم، به این ترتیب 1 دقیقه آقای اشکوری برای جمع‌بندی کار خودشون و خداحافظی و 5 دقیقه شما و 1 دقیقه من خداحافظی. خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض شود که از آنچه که از این جنگ‌های 30 ساله حاصل شد، در واقع برگزاری یا در واقع تقدم نوعی سیاست گذاری جدید، اینکه این سیاست گذاری جدید بر پایه سیاست همچون سیاست، نه سیاست همچون امر الهی یا سیاست بر اساس اسطوره ها. آنچه که حدود هم توی اشاره کردید در قرن در واقع در اروپای غربی و شرقی وجود داشت، بر پایه در واقع این سکولاریزیشن که اشاره کردیم بهش، عناصر دیگه آمدن. فرض فرمایید که آلمان بیشترین فلاسفه رو عرضه کرد، یکی از اینها در واقع هگل بود، کانت بود، و یکی دیگه که این پروتستانتیسم رو تحلیل میکنه، عرضه میکنه، باز میکنه و ارتباط میده با اون مقوله دومی که اشاره کردم به نام کاپیتالیسم، جامعه شناسی به نام ماکس وبر که در 1903 کتابی رو منتشر میکنه به نام پروتستانتیسم و کاپیتالیسم. یعنی این میخواد بگه که چه رابطه‌ای است بین آنچه که در شمال اروپا این پروتستانتیسم ایجاد شد و این پروتستانتیسم تونست که در واقع یک روحیه جدیدی رو در این شمال، در کشورهای ژرمنوفون و اسکاندیناوی و آنگلوساکسون ایجاد بکنه. اونجاست که پدیده کار رو تحلیل میکنه ماکس وبر. کتابش کتابی است که امروز روز در سال اول فلسفه یا علوم اجتماعی تدریس میشه در اروپا. یعنی کتاب بسیار عمومی و بسیار ساده نوشته شده و این کتاب توضیح میده که پدیده پروتستان زمانی که آغاز شد بیشتر مورد پسند دو مقوله صورت گرفت، دو کاتگوری، یکی پرنس ها و شاهان که میخواستن مستقل بشن، توضیح دادیم، دوم خانواده هایی که ثروتمند و درست. و این پارادوکس که های اشکالی هم به خوبی اشاره کردن، پارادوکس عجیبیه، این آدم از بسیار خشک مذهبی و از قرون وسطا ذهن وارد داره، ذهن قرون وسطایی است که میاد ولی چیزی رو عرضه میکنه که اون نخواسته. یعنی میگویند که انقلابی علارغم خودش، این رو بم از زبان فرانسه ترجمه میکنم، انقلابی علارغم، یعنی نمیخواست انقلابی بکنه ولی چیزی رو عرضه کرد به انقلاب منجر شد. درست زمانی که از ناپلئون میپرسن تو میخوای چیکار کنی، میگه من میخوام ریاضی بخونم، بهش میگن ای بابا تو که تمام کشور اروپا رو تسخیر کردی، نمیخوای امپراتور بشی؟ قبل از این بود که امپراتور بشی، گفت نه من آرزو اینه که برم تو آکادمی علوم فرانسه. یعنی اصلا نمیخواسته بشه ولی شده، یعنی اوضاع این رو هل داد که این بشه و دوتر هم درست همینطور بود. بنابراین آنچه که ماکس وبر میگه، میگه که پروتستان ها بیشتر کار میکنن و بیشتر ثروت اندوزی میکنن و کاتولیک ها کمتر کار میکنن و کمتر ثروت اندوزی میکنن و جدیت بیشتری دارن.
یکی این مقوله کار رو در واقع ماکس وبر به روشنی توضیح میده. دومین نکته بسیار اساسی این است که در جنگ 30 ساله نزاع بین ابسولوتیسم که توضیح میدم چیه و فئودالیسم، در واقع حکومت‌های فئودال یا سران فئودال یا کسانی که هنوز به افکار قدیم متعلق بودند در برابر کسانی که قدرت ابسولو رو عرضه می‌کردن ایستادن. نزاع حالا می‌بینید به نام پروتستانی شروع شد ولی بعد دیگه مقوله چیز دیگه‌ای شد. این چیه ماجراش؟ ابسولوتیسم همون چیزی است که هابس در اثر بنیانگذار تفکر مدرن سیاسی هست، هابس قبل از اینکه در واقع ماکیاولی یا جان ژاک روسو یا جان لاک مطرح بشه، این دفاع میکرده از حکومت ابسولو. ولی این حکومت ابسولو حکومت نه کلیساست نه حکومت فئوداله، بلکه حکومتی است که یک ویژگی داره، حکومت مردمی هم نیست. اصلا هابس به مردم و دموکراسی معتقد نبوده هنوز، ولی حکومتی است که بر اساس قانون میگوید که ما باید قانون و قانونگذار داشته باشیم، یعنی چیزها ضابطه داشته باشه. این نباشه یه نفر بالا بگوید ما فرمان روایی کنیم. ببینید اینجا در واقع در جنگ 30 ساله در واقع گرایش ابسولوتیسم حاکم شد و برنده شد و اینجا بود که قدرت ابسولوی حکومتی کم کم به قدرت مدرن یعنی شکاف دهنده و سیالان پذیر و تغییر پذیر بدل شد، یعنی قدرتی که بعد توش انتخابات هم صورت میده. چون تا این زمان ما تا جان لاک در تمام این مدت اصولا پدیده مردم هنوز وارد معامله نشده، اما مردم یک مقوله بسیار جدی است در نظرگاه لوتر، مردم مهمن. اون چیزی که به لوتر خیلی کمک کرد برای افکارش چون دیگران هم مثل لوتر بودن صنعت چاپ بود که درست گوتنبرگ 1483 تقریبا اگه اشتباه نکنم سند چاپ رو تولید کرد ولی هیچ ماحصل زیادی نداشت. در آلمان قریب من یادداشت کردم اینجا تعدادش رو قریب شاید مثلا 600 تا 700 تا نوشتار چاپ شد که حدود نصفش مال لوتر بود. ببین چقدر می نوشته، یعنی لوتر یکی از کاراش اقداماش نوشتارهای زیادی بوده که عرضه کرده و توی این نوشتارها در واقع ایده های جدیدش رو عنوان میکرده. به هر صورت این مجموعه ای بوده که اروپای غربی در هم شکسته رو و مطلق گرا رو و فئودال رو میکشونه به دنیای سکولار، به دنیایی که میرسه به جدایی امر دین و مذهب و کلیسا و سیاست و جامعه، و جامعه و سیاست امور مستقل و جدایی میشن. برای خواهی دکتر این میطلبه که در آینده گفتگوی دیگه ای داشته باشیم، از این بخش پی بگیریم و جلو بریم. اجازه بدید یک دقیقه هم آقای حسن یوسفی اشکوری عزیزمون در آلمان برای ما یه جمع‌بندی بدن از گفتارشون در مورد اسلام و اون چی که در این فاصله در وجود آمد. برای در یک دقیقه هیچ چیز رو نمیشه، یعنی به گذشته نمیتونم برگردم، فقط در ادامه صحبت دوستمون آقای هودشتیان میخوام بگم که اون چی که در غرب بعد از قرن 16 اتفاق افتاد، سیرش رسید به حقوق بشر و فردیت و آزادی و سکولاریسم و امثال این حرفا، درست در همون زمان در ایران صفوی و در عثمانی و روز به روز مذهب و روحانیون و علما و نهاد علما قویتر و نیرومندتر میشه، که قبلا شما اشاره کردید که از علما صادر میشن و وارد میشن از جبل عامر و در اینجا میان و عرض کنم که محقق کرکی که حالا بعضی ها به شوخی میگن محقق کرکی آمد اینجا فتوای به اصطلاح اذن سلطنت داد به فتحعلی شاه، ببخشید به شاه طهماسب به صفوی، و بعد همین سیر همچنان ادامه داشت و ما سیر معکوس در نسبت به غرب طی کردیم و این است که سرنوشت ما امروز با اون چه که در غرب اتفاق افتاده سرنوشت متفاوتی داریم. حالا در قرن 21 تازه اونم نه علمای ما، نه عموم مسلمانای ما، نه از الازهر، نه قوم، بلکه بخشی از روشنفکران و بخشی از نواندیشان دینی که نهلی ضعیفی هم هستن، تازه الان در قرن 21 داریم صحبت میکنیم که آیا در اسلام دین و حکومت چه رابطه ای دارن، آیا میتوانیم حکومت دینی داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم. خب این تأخر فرهنگی واقعا حالا ریشه‌ای داره، البته همینجوری وجود نیومده، ولی واقعا جای تأسف داره. امیدواریم که این تأخر فرهنگی رو بتونیم در آینده جبران کنیم.
منم امیدوارم که در آینده در مورد همین موضوع با شما گفتگو داشته باشیم. در اصل هر دوی شما آقایان در پایان گفتارتون ما رو به یک برنامه‌ای که می‌شود خود دوباره یک برنامه چند ساعته باشه بردین. باز هر دوی شما سپاسگزارم، براتون وقت به خیر میگم، به امید دیدارتون. تشکر می‌کنم. خب بینندگان گرامی، به پایان برنامه می‌رسیم. امیدوارم که روزهای خوبی رو در پیش رو داشته باشین و برای مردم ایران آرزوی آزادی، برای مردم جهان آرزوی صلح می‌کنم. روز و روزگارتون خوش.